در طول هفته های اخیر اتفاق بسیار بزرگی افتاده مسئله آب عملا تبدیل به یک بحران بزرگ شده و مقام های مختلف جمهوری اسلامی پذیرفتند که بی توجهی به مسئله مدیریت و حکمرانی آب موجب بحران کنونی شده اما آیا مقام هایی که در طول 38 سال گذشته نقشی در به وجود آمدن این شرایط داشتن پاسخگوی مسئولیتشان هستند یا نه با توجه به آنچه در جمهوری اسلامی شاهد بوده ایم احتمالا چیزی درباره پاسخگویی مسئولان نخواهیم شنید با این حال اینکه مقام های امنیتی جمهوری اسلامی درباره امنیتی شدن بحران آب صحبت می کنند نشان دهنده این هست که دولت عملا ترسیده در مورد هاشینی نشینی مسئله اول آماره آمار یازده میلیون مربوط به سال 92 هست الان آمار شاید تا 16 میلیون بشود گفت آمار دقیق باید نسبت به هاشینی نشینی معلوم بشه اولا در مناظره های انتخاباتی ریاست جمهوری رئیسی یکی از کاندیداها گفت که در طول چهار سال گذشته تعداد هاشه نشین های شهرها از 11 میلیون به 16 میلیون رسیده بر اساس برخی پیش بینی های غیر رسمی این رقم احتمالا در طی 4 سال آینده بیشتر از 5 میلیون افزایش خواهد داشت و ممکنه تعداد هاشیه نشین های شهرهای بزرگ کشورمون به بالاتر از 22 میلیون نفر برسه تامین منابع حیاتی و کار برای هاشه نشین ها بسیار دشواره. به دلیل از دست رفتن منابع آب در بخش های مختلف کشور بسیاری از کشاورزان و دامداران مجبور به مهاجرت شدند و این روند کنتر نشده که تندتر هم شده عدم توجه به سیاست های آمایش سرزمین متاسفانه موجب شده است که بسیاری از افراد از نقاط روستایی به شهرها و از شهرها به کلان شهرها به خاشی آنها روی بیاورند این مسئله ای که پدیدار شده است به مشکلات متعدد اجتماعی فرهنگی امنیتی و اقتصادی منجر شده است ما چاری رو که برای هاشی نشینی در نظر گرفتیم بازگشت به سیاست های آمایش سرزمین توضیع صحیح جمعیت به ویژه به کارگیری صحیح منابع آب در کشور است چون آب از کمبودهای اساسی است و به دلیل عدم استفاده صحیح از منابع آب بسیاری از روستاهای ما متاسفانه مواجه با حالت بیاپنزایی شدهاند و روستانشینان نتوانستند دوام بیاورند و به شهرها روی آورده اند. یکی از دلایل بیتوجهی به منابع آب استفاده از چاه عمیق غیر مجاز و از بین رفتن شبکه های قنات در کشور است که نزولات آسمانی خدادادی را به اندازه ای که قابلیت استفاده شد داشت در اختیار مردم قرار میداد و امکان بهرهگیری مناسب از آن را فراهم میورد این روستایان که نتوانستند درست از امکانات آبی استفاده کنند ناگزیر به حاشیه شهرها پناه بردند و در آنجا با امکانات لازمی که برای زندگی صحیح انسانی است مواجه نشدند و بنابراین وارد شهرها شدند و تن به کارهایی دادند که شخصیت انسانی آنها هم محترم شمرده نشده و مسائل مختلفی را از لحاظ اجتماعی ایجاد کردند. بر اساس گزارش هایی که در رسانه های مختلف در ماه اخیر منتشر شده بسیاری از منابع آبی استانهای مختلف کشورمان کاملا خشک شدند. از طرفی با وجود آنکه بارندگی های ابتدای سال باعث امیدواری مسئولان شده بود اما نبود مصرف منطقی و بی توجهی به استانداردهای مختلف در قبال مصرف آب سبب شده که همون منابع آب ذخیره شده در ابتدای سال شمسی فعلی هم از دست برن از سوی دیگر حسن روحانی که در رقابت انتخاباتی با افتخار درباره روند تسبیت دریاچه ارومیه سخن میگفت باز هم درباره شاهکارهای دولت خودش افاظاتی کرده اما بایستی توجه داشت که بر اساس آمار موجود همون اطلاعاتی که حسن روحانی در ارتباط با دریاچه ارومیه گفته بود غلط بوده و حتی سطح آب امسال پایین تر از زمان مشابه در سال گذشته است و سطح آب در سال گذشته هم پایین تر از سطح آبی هست که دولت احمدی نژاد دریاچه را تحویل داد به دولت فعلی و چه بلایی سر مردم می آمد و چه بلایی سر مردم می آمد قدم مهمی برداشتیم دریاچه تثبیت شده حالا این روزا در دوازه سانتم ارتفاع آب الحمدلله بیشتره باید ادامه بدیم البته کار باید ادامه پیدا بکنه برخی کارشناسان مدعی هستند که دولت روحانی ضد محیط زیستی ترین دولت بعد از انقلاب هست با وجود تمامی ادعاهایی که روحانی مطرح کرده میزان خشک شدگی طالاب ها ها و بسیاری از منابع آبی در این دولت بیشتر از دولت های قبلی بوده امنیتی شدن مسئله بحران آب شاید الان بهتر برای خیلی ها جا میفته زمانی که دولت بشار اسد در سالهای 2006 تا 2009 کوتاهی کرد در مقابل بحران آب سوریه در سال 2011 و با برافروخته شدن آتش بهار عربی بسیاری از کشاورزان و دامداران روستاییان سوری که مجبور شده بودند به خاطر خشکسالی از نقاط مختلف شمال شرق این کشور به حاشیه شهرهای بزرگ مهاجرت بکنند به صف نیروهای مسلح پیوستند خیلی از اونها در طول سالهای اخیر کشته شدند خیلی هاشون مهاجرت کردند و خیلی ها هنوز درگیر مبارزه با دولت بشار اسد هستند در یمن هم شاهده این بوده این که بحران آب سبب ساز به وجود آمدن جنگ و جنگ داخلی شده نگرانی مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی این هست که بحران آب سبب ساز بروز یک جنگ داخلی بشه جنگ داخلی که مقام های مختلف جمهوری اسلامی در بارش هر از گاهی خوشدار میدهند. از جمله آقای حیدری نماینده ی مردم تهران که زمانی از مسئولان وزارت نیرو بوده و انتظار بیشتری از اون نسبت به بقیه میره. در طول هفته های اخیر شاهد بروز بحران آب در سطوح مختلف و در استانهای که سراسر کشور بودیم وز در استان هرمزگان بسیار بد شده تا جایی که خیلی امیدوارند مسئله شیرین کردن آب شور دریا و کمک به کشاورزان و شهروندان نقاط مختلف هر زودتر اتفاق بیفته اما با توجه به اینکه شیرین کردن آب شور دریا از طریق ایجاد تشکیلات نمکزدایی نیاز به انرژی بسیار زیادی داره بعید به نظر میرسه که در تابستان امسال بشه این پروسه رو انجام داد همچنین میدونیم که به خاطر نبود منابع کافی آب و کم شدن میزان آب لوله کشی در بسیاری از شهرهای کشور کولرهای آبی که مصرف کننده عمده آب هستند در تابستان هم دچار مشکل شدند به این ترتیب بخش زیادی از شهروندان ایرانی با گرما دست و پنجه نرم می‌کنند. The idea that I was write a book was the And what I did, in fact, was just said, I just want to be smart about this. I want to be able to talk intelligently about this. I want to know more. I started learning more, and what I discovered was this great imbalance, this great gap between the crisis that was at hand and the number of people who actually were aware of the fact of what was coming. And so. The book is now out in many dozens of countries around the world. It's out, or soon will be out in 15 different languages other than English. But the language that's missing from the list of countries, and the language that's missing from the list of languages that I'm desperate to have, is Farsi. And let me make an offer right now to your viewers in Iran, your viewers in the United States, your viewers elsewhere around the world. I will give. At no cost whatsoever to anybody who comes to me, the opportunity to translate the book into Farsi. No royalty payments whatsoever. We have to sign a contract to make sure I still own the copyright. But beyond that, no economic terms whatsoever for free, for free, for free. If we can print copies, great. If that's a problem or a danger for people to have that in their homes, put it online and let anybody who wants to hear or read the achievements of Israel in water. Israel in hydrology, Israel in smart water governance, be my guest and learn. This is be my gift. I am I identify myself as a friend of Israel. I have no antagonism towards the Iranian people whatsoever. I believe that they have been mostly made victims of their own bad government and that what we're going to see very soon, I mean not like in hundred years, in a few years, we're going to see a major water crisis because of bad management, bad infrastructure projects. and all kinds of corrupt deals that are hurting the Iranian people and their water future. <clears throat> Read my book in Farsi and English and any of the other language that it's out and come to understand how a smart good water administration can be handled. فرایند ترجمه و ویرایش کتاب آغاز شده. ولی بدون کمک های مردمی امکان چنین کاری وجود نداره. در صورتی که مایل به کمک برای رساندن ترجمه این کتاب به دست کارشناسان ایرانی هستید میتونید به این نشانی کمک های مالی خودتون رو ارسال کنید این یک فرایند داوطلبانه محسوب میشه اما برای بخشی از فعالیت های فنی نیاز به حمایت های شما هست کردیم که برای بهتر شدن وضع آب کشورمون نیاز به فعالیت‌های مدنی و بدور از خشونت داریم. حتی شکایت بردن به دادگاه ها بخشی از این فعالیت‌های مدنی است. خوشبختانه مطلع شدیم که در استانهای مختلف شهروندان شکایتهایی رو به دادگاه ها بردن در ارتباط با طرحهای انتقال آب و نابود کنندگان منابع محیط زیست. امیدواریم شاهد شکایت های بیشتری باشیم و ثبت شکایت از وزارت نیرو سپاه پاسداران مهاب قدس و دیگر پیمانکاران و شرکت های مشاوری که کمک کردند به از بین رفتن منابع آب و خاک مسئولیت پذیری چیزی هست که در کشور ما فراموش شده فعالیت های مدنی شهروندان میتونه این مسئولیت پذیری رو برگردونه یک دموکراسی واقعی بدون فعالیت های مدنی غیر دولتی به جایی نخواهد رسید. البته برخی از فعالیت های مدنی مثل کمپین جدید میان رودان برای اعتراض به سرسازی های ترکیه فعالیت بسیار خوبی هست که آغاز شده. اما شنیده شده که دولت حسن روحانی تلاش میکنه که این فعالیت مدنی رو نهایتاً به نفع خودش قبضه بکنه و کوتاهی های خودش و وزارت نیرو رو پشت حمله به سدسازی در افغانستان و ترکیه پنهان کنه فعالان مختلف زیست محیطی و مخالفان سدسازی بیرویه میتونن در کنار انتقاد از ترکیه و افغانستان به خاطر سدسازی های بیرویه و ایجاد مشکل برای هموطنان ایرانی سدسازان داخلی پیمانکاران و مهندسان مشاور رو هم هدف انتقادهای خودشون قرار بدن که اونها فراموش نکنند که در قبال اتفاقهایی که در کشورمون افتاده از جمله ساخت صدی مثل صد گوتوند مسئولند در شبکه های اجتماعی یک عکس داره دست به دست میشه بزرگترین مرکز نمک زدائی آب دریا در جهان در عربستان سعودی است و بزرگترین مرکز شور کردن آب شیرین در ایران یعنی صد گتمن